بچه عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه عزیزان. در ادامه طرح 20 امروز میخوایم درس گسسته رو با همدیگه شروع کنیم برای امتحان نهایی. یه جزء جمع جور آماده کردیم که مباحث ریاضیات گسسته رو فصل به فصل با همدیگه بررسی میکنیم، ببینیم که به چه صورتی خواهد بود. خب بریم سراغ فصل اول گسسته که توی امتحان نهایی حدود 5 نمره خواهد داشت. این جزوه که بچه دارم خدمتون ارائه میدم، این جزوه به همراه پیشبینی امتحان نهایی گسسته که در قبل از امتحان نهایی در واقع میتونید ملاحظه کنید، این دوتا مکمل هم دیگه برای امتحان نهایی. ما خب خودتون میدونید که توی بحث در واقع پیشبینی امتحان نهایی نمیتونیم همه سوالها رو در واقع یا همه اون چیزی که فکر میکنیم بیاد رو بگیم. اونایی که فکر میکنیم حدس بیشتری هست، ولی خب امتحان نهایی دیگه ممکنه طراح سوال دلش بخواد از جاهای دیگه هم سوال بده. اینه که این جزوه رو همراه با اون بخونید، مکمل هم دیگه میشن و کاملا میتونه شما رو برای امتحان و نمره 20 آماده کنه. بسیار خوب، فصل اول در مورد استدلال های ریاضی هستش. استدلال های ریاضی در واقع راهکارهایی هستن برای اینکه ما بتونیم یه چیزی رو اثبات بکنیم. اولین استدلال، استدلال استقرائیه. استقرائی در واقع نتیجه گیریش بر مبنای مشاهدات محدود ماست. راحتا بهتون بگم بیشتر با سعی و خطا انجام میشه، آزمایش کردن. تمام در واقع علومی که با آزمایش کردن سر و کار داره همشون استدلال های استقرائی هستن. توی ریاضیات هم به همین صورته، ما با دیدن مجموعی از مشاهدات، یعنی با مثلا چند تا مثال پشت هم که میزنیم به یک نتیجه خاص میرسیم، متوجه میشیم که این کاری که داره تو روال انجام میشه تو زمانهای مشخص داره انجام میشه نتایج یکسان داره. ممکنه پیش خودمون بگیم که پس این در حالت کلی هم یه همچین اتفاقی براش میفته، ولی ممکنه مثلا نیفته. به همین دلیل استدلال استقرایی استدلال خیلی محکمی نیستش، ممکنه در آینده نتیجه عکس بده، ممکنه هم از نتیجه درست بده. پس هر جایی که اسم آزمایش اومد شما میگه استدلال چیه؟ استقرائیه. اما استدلال استنتاجی، چیزی که ما باش سر و کار داریم و مسئلهمون رو باش حل میکنیم، روش نتیجه گیری با استفاده از حقایقی است که قبلا نتیجهشو قبلا درستیشو پذیرفتیم. یعنی چی؟ یعنی اون اگر و آنگاهی که ما تو مسئله میاریم، اون اگرهای ما همه درستن، یعنی بر مبنای یک اصول درست میخوایم یک نتیجه گیری درست انجام بدیم و استدلالی فوق العاده قوی هستش. اگر بتونید حکمی رو با استفاده از این استدلال در واقع اثبات بکنید، اون حکم کاملا درست و بدون هیچ گونه شک و شبهه‌ای برای ما در واقع قابل قبوله. پس قضیه کلی اون چیزی که در واقع استدلال استنتاجی در واقع ما باش سر و کار داریم یک قضیه کلی هستش که همیشه چیه؟ همیشه برقراره. مثال رو دقت کنید، گفته اگر n مضرب 3 باشد. خب n مضرب 3 باشد یه حقیقتی که ما پذیرفتیمش. چجوری می نویسیمش؟ n اگه مضرب 3 باشه می نویسیمش 3k. میگه ثابت کنید n2 هم مضرب 3 هستش. خب اگه من بخوام از n به n2 برسم کافیه طرفه به توان چند برسه؟ به توان 2 برسه. میشه n2 برابر میشه با 9k به توان 2، که اگر یه دونه 3 9 فاکتور گیری بکنی میشه 3 در 3k به توان 2. این 3k به توان 2 اگه اسمش بذاریم کاپریم، نتیجه میشه 3k. یعنی چی؟ یعنی n به توان 2 هم مضرب 3 شد. چون اصل اول، اون اگر اولمون رو پذیرفتیم، پس دومی هم به راحتی از اون اثبات میشه. با توجه به این استدلال استنتاجی که گفتم خدمتتون، یه سری اصطلاحاتی داریم که اینجا من به صورت جدول براتون آوردم، اینا رو یاد بگیریم. اگه به شما گفتن عدد زوج کافیه عدد زوج رو با 2k نشون بدیم، اعداد فرد رو با 2k به علاوه 1 نشون میدیم، 3 عدد متوالی به صورت k به علاوه 1 و k به علاوه 2 نشون میدیم. بچه ها میتونیم این 3 عدد متوالی رو به این صورت هم نشون بدیم، بگیم k منهای 1 k به علاوه 1. 2 عدد فرد،
دو عدد فرد نه متوالی، دو عدد فرد کلن، یکیش با کا به علاوه یکه، یکیش با دو کاپریم به علاوه یکه. کا و کاپریم با هم متفاوته، اما دو عدد فرد متوالی میشه دو کا به علاوه و دو کا به علاوه سه، یعنی با هم دو تا اختلاف دارن، یا میتونیم بگیم دو کا منهای یک و دو کا به علاوه یک. بچه ها این مدل هم میتونیم به صورت دو عدد فرد متوالی داشته باشیم. سه عدد زوج متوالی، دو کا منهای دو، دو کا دو کا به علاوه دو، یا بنویسیم دو کا دو کا به علاوه دو، دو کا به علاوه چهار. مضرب سه، الان دیدید سه کا، مضرب سه نباشد، وقتی میگه مضرب سه نباشد بنویسیم سه کا مثبت منفی یک، یعنی شما از به مضرب سه یه دونه اضافه کن یا یه دونه ازش کم کن، دیگه مضرب سه نمیتونه باشه. مربع کامل کا به توان دو، مکعب کامل کا به توان سه. این اصطلاحات بدونیم تو حل مسئله به ما کمک میکنه. بریم مثال دقت کنیم. گفته ثابت کنید حاصل ضرب هر دو عدد زوج متوالی. خوب دقت کن، ضرب دو عدد زوج متوالی بنویسیم، زوج متوالی می نویسیم دو کا به علاوه یک در دو کا به علاوه سه. مضرب هشته، یعنی برابر با هشت کاپریمه. چجوری می تونیم ثابت کنیم که ضرب دو عدد زوج گفته ببخشید زوج گفته، پس میشه دو کا در دو کا به علاوه دو. اینو ضربش انجام میدیم. منتها قبل از اینکه ضرب رو انجام بدیم بچه ها از یه دوی این دوتا فاکتور بگیرید، میاد بیرون در این دوی ضرب میشه، میشه چهار کا در کا به علاوه یک. میخوام ثابت کنم این برابر میشه با هشتا کاپریم، اما من اینجا چهار دارم. این چه نتیجه ای داره برای شما؟ یه نکته خیلی مهم اینجا هست برات مینویسم. نکته چی میگه؟ میگه ضرب دو عدد متوالی همواره زوج است. بچه ها هر دو عدد متوالی که تو هم دیگه ضرب بکنید ضربش میشه زوج. حالا چرا؟ ببینید عدد متوالی اگر اولی فرد باشه قطعا دومی زوجه، یا اگر اولی زوج باشه قطعا دومی فرده، چون وقتی متوالی هم دیگه میشن میشه یکی زوج یکی فرد. حالا از دو تا عددی که یکیش زوجه یکیش فرده ضربشون چون یکیش زوجه حتما زوج میشه. نتیجه کا در کا به علاوه یک یه عدد زوجه که من به صورت دو کاپریم نشونش میدم. حالا میگم چهار ضرب در دو کاپریم میشه هشت کاپریم. پس این نکته‌ای که نوشتم برات خیلی جاها استفاده میشه. ضرب هر دو عدد متوالی همیشه عدد زوج هستش. سوال بعدی، مربع هر عدد فرد مضرب 8 به علاوه 1. مربع هر عدد فرد، دقت کنید، عدد فرد با چی نشون میدیم؟ دو کا به علاوه 1. مربع یعنی چی؟ یعنی توان دو. به توان دو میرسیم. میخوایم ثابت کنیم این برابر میشه با 8 کاپریم به علاوه 1. مضرب 8 به علاوه 1. ببینیم درست هست یا نه. اینو بازش میکنیم. میگیم دو کا به علاوه 1 اگه باز بشه میشه 4 کا 2، میشه 4 کا به توان 2 به علاوه 4 کا به علاوه 1. از یه 4 فاکتور میگیرم میشه 4 در کا به توان 2 به علاوه کا به علاوه 1. بچه ها یه کا اینم فاکتور بگیرم به این نتیجه میرسیم، میشه 4 در کا در کا به علاوه 1 به علاوه 1. همین الان نکته بهت گفتم، گفتم ضرب دو عدد متوالی همیشه میشه زوج، نتیجه میشه 8 کاپریم به علاوه 1. باز هم اون نکته که گفتم بهتون اینجا به شما کمک کرد، یادتون نره ازش خیلی استفاده میتونیم بکنیم. سوال بعدی، اگر این عدد طبیعی باشد ثابت کنید این عدد همیشه فرده. بچه ها نگفته به شما این چه عددیه. خب اینو من باید تعیین بکنم. این میشه حکم کلی. مسائلی که ما مجبوریم براش همه حالت‌ها رو در نظر بگیریم بهش میگن حکم کلی.
خب من الان چیکار بکنم؟ باید بگم خب این عدد طبیعی باشه. خب این چی میتونه باشه؟ یا زوج یا فرد دیگه، درسته؟ میام پس چیکار میکنم؟ یک بار جای n میذارم زوج، عدد زوج، یک بار جای n میذارم عدد فرد. ببینم آیا زوج و فرد قرار بدم این عبارت همیشه فرد میمونه یا نه. بریم ببینیم به چه صورتیه. میام اینجا می‌نویسیم n رو فرض میکنیم عدد زوج باشه. خب اگه n زوج باشه میشه 4 کا به توان 2 منهای 5 ضرب در 2 کا که میشه 10 کا به علاوه 7. بچه ها دقت کنید اینجا رو، نمیخواد خیلی کار عجیب غریبی انجام بدید. این 7 رو شما اگه بنویسی 6 به علاوه 1 یه اتفاق جالب میفته. این 4 و این 10 و این 6 یه دونه 2 میتونیم ازش فاکتور گیری کنیم. پس میشه 2 در 2 کا به توان 2 منهای 5 کا به علاوه 3 آخر سرم به علاوه 1. خب این عبارت چی میتونه باشه؟ یه عددی که شما اینجا قرار بدی قطعا به شما یک عددی خواهد داد، هر چی میخواد باشه باشه. من اسم این عدد میذارم کاپریم. وقتی کاپریم ضرب در 2 بشه قطعا میشه زوج، وقتی با یک جمع بشه قطعا میشه فرد. پس نتیجه این میشه عدد چی؟ میشه عدد فرد. شما کار و زوج ان رو زوج انتخاب کردی شد فرد. بریم ان رو فرد انتخاب بکنیم. این دفعه n رو میگیرم چی؟ مینویسم 2 کا به علاوه 1. جاگذاری میکنم. میشه 2 کا به علاوه 1 به توان 2 منهای 5 در 2 کا به علاوه 1 به علاوه 7. اینو وقتی ضربش انجام بدیم، الان دقت کن اینجا رو، به توان 2 که برسونی میشه 4 کا به توان 2 به علاوه 4 کا به علاوه 1 منهای 10 کا منهای 5 به علاوه 7. خب دقت کن اینجا رو، یه 4 کا 2 دارم، یه 4 کا دارم، یه منهای 10 دارم، یه 2 دارم. این منفی 5 و 7 با هم میشه 2. این یک رو نگه دار. همه ی عبارت هایی که میبینی توش یه دونه دو وجود داره. اگه یه دونه دو فاکتور گیری کن چی میمونه از اولی؟ از اولی میمونه 2 کا به توان 2. از دومی چی میمونه؟ 2 کا. از سومی چی میمونه؟ منفی 5 کا. از این دوتا چی میمونه؟ 1. کلش هم یه 1 پشتشه. این عبارت دوباره چیه بچه؟ اسمش کاپریمه. نتیجه بازم شد 2 کاپریم به علاوه یعنی عدد فرد. حالا نتیجه کلی میگیریم، به ازای هر اینی که شما توی این قرار بدی عبارت عدد فرد به شما خواهد داد. مدل دیگه اثباتی که باش سر کار داریم اثبات بازگشتیه. اثبات بازگشتی به شما میگه که شما از یه حکمی، ببین بچه ها بعضی موقع هست به شما یک مسئله میدن، خب شما حلش میکنی اوکی، یه موقع به شما یه جواب میدن از شما مسئله رو میخوان. خب این کار خیلی سخته، شما چجوری از جواب بخوای مسئله برسی؟ مسائلی که ما بتونیم از خود سوال به جواب برسیم و بتونیم برعکس عمل بکنیم، یعنی از جواب هم به نتیجه اولیه برسیم، اونو میگن اثبات درست، اثبات بازگشتی. هر راهی که شما میری باید بتونی برگردی، اگه نتونی برگردی یعنی راه رفتت هم اشتباه بوده. یکی از اثبات ها به این صورته. حالا ببین اثبات چی به شما گفته. گفته ثابت کنید میانگین حسابی دو عدد نامنفی، سال امتحان نهایی هم بوده خیلی مهمه، از میانگین هندسی آنها کمتر نیست. میانگین حسابی، میانگین حسابی دو تا عدد، عدد شما فرض کنید که این دو عدد، فرض کنید یکیش x یکیش y، میانگین حسابی چی میشه؟ دقت کن، میانگین حسابی میشه x به علاوه y تقسیم بر 2. گفته میانگین حسابی از میانگین هندسی کمتر نیست، پس چیه؟ یا بیشتره یا مساویه. نامعادلات سه حالتن، یعنی عبارت ها با هم سه تا حالت دارن، یا بزرگتره یا کوچیکتره یا مساوی. حالا وقتی به شما میگه که کمتر نیست پس یا بیشتر یا مساوی، دیگه پس میشه بزرگتر مساویه. حالا میریم سراغ میانگین هندسی. میانگین هندسی تو حسابان اگه یادتون باشه دوتا عددی که میانگین هندسی بخوای بگیری میشه رادیکال ضرب اون دوتا، پس باید بشه بزرگتر مساوی رادیکال x y.
این حکم شماست، شما میخوای اینو ثابت کنی ولی نمیدونی از کجا باید شروع کنی به این برسی. میام چیکار میکنیم؟ میگیم آقا اگر شما تونستی این حکم رو برسونی به یک نتیجه‌ای که بدیهی باشه و یا به ازای همه مقادیر x و y درست باشه، یعنی برسیم به عبارت همیشه درست، هر موقع تونستی از این برسی به اون نتیجه، یعنی از اون برم میتونی برگردی به این ور، پس مسئله درسته. پس باید سعی کنیم حکم رو به یک نتیجه قابل قبول یا بدیهی برسونیم. ببینیم چیکار میکنیم. یه طرف مثلا انجام میدیم، اول طرفین وسطین، ببینیم چی میشه. میشه x به علاوه y بزرگتر مساوی 2 رادیکال x y. روال عادی جبری رو طی میکنیم، هیچ وقت با رادیکال میونه خوبی نداشتیم. رادیکال از بین ببر، چه جوری؟ به توان 2 میرسونیم. به توان 2 میرسونیم، میشه توان 2 نتیجه. میشه x به علاوه y به توان 2 بزرگتر مساوی 4 x y. اتحاد این برای باز میکنم، میشه x2 به علاوه y2 به علاوه 2 تا xy. اینا میبرم سمت چپ، منهای 4 تا xy با دوتا مساوی 0. بچه این دوتا که اصلا دیگه کم بشن میشه منفی 2xy. منفی 2xy خودش با عبارت قبلی یعنی x2 y2 اتحاد تشکیل میده، این دفعه اتحاد دوم تشکیل میده. میشه چی؟ میشه x منهای y به توان 2 با دوتا مساوی 0. آقا این نتیجه بدیهی هست یا نه؟ شما قبول دارید که یک عبارتی که درجه دو همیشه از صفر بود و تا که نهایتا مساوی صفره؟ میگیم بله تمام، چون به یک نتیجه یعنی به یک نکت به یک عبارت بدیهی و همیشه درست رسیدیم. حالا اگر شما این عبارت برعکس بنویسی، یعنی فیلمو برگردونیم، برگردیم بالا به این ترتیب، بیایم اینو برگردیم بالا، میرسیم به نتیجه‌ای که دلخواه بوده. به این میگن اثبات چی؟ بازگشتی. منتها نوشتن دوبارهش دیگه منطقی نیست، باید قانونا اینا رو دوباره از اول بنویسیم، دفعه آخر شروع کنیم بریم به بالا، ولی نیازی به نوشتن نداره چون میدونیم داستان چیه. این نتیجه آخری برامون مهمه، همینجا استوب میکنیم و سوال تموم میشه. بریم سراغ سوال بعدی. باز گفته اگر x y z عدد حقیقی باشد، حقیقی هر چی میتونه باشه، ثابت کنید این عبارت همیشه برقراره. چجوری میتونیم اینو ثابت بکنیم؟ باز بچه از همین حکم استفاده میکنیم، میریم برسیم به نتیجه بدیهی. آقا نتیجه بدیهی چجوریه؟ نتیجه بدیهی همیشه عبارتهای توان دو، عبارتهای بزرگتر از صفر و عبارتهای اینچنینی هستن که کاملا واضح و نیاز اثبات نداره که بگیم چرا یه عبارت درجه دو از صفر بزرگتره. واقعا عبارت رو کاملا قبولش داریم که همیشه بزرگتر از صفر. بریم سراغ عبارت، داریم چی میشه؟ با توجه به اینکه یه دونه 2x اینجا دارم، یه x2 هم اینجا دارم، یه دونه 1 نیاز دارم، این 2 رو میکنمش چی؟ میکنمش دوتا منهای 1. پس این منهای 1 و این 2x رو میارم کنار این x2 میذارم، میشه x2 منهای 2x به علاوه 1. این عبارت اول. تا اینجا درست شد؟ بعدی یه چهار ایگرگ دو دارم، یه دونه چهار ایگرگ دارم، یه دونم یک اینجا دارم، اینا میارم این ور، میشه به علاوه چهار ایگرگ دو به علاوه چهار ایگرگ به علاوه یک. درست شد؟ اینم شد عبارت چندم. دوم یه زد دو هم که سر جاش هست، اینم میشه زد دو، عبارت میشه بود و تمساوی چی؟ صفر. دقت کن هر چیزی که سمت راستت هست یه ارتباطی با سمت چپی داره، اونم از نوع اتحاد مربع کامل. حالا عبارت اولی میشه x منهای 1 به توان 2 به علاوه این میشه 2y به علاوه 1 به توان 2 و آخری هم میشه خود z به توان 2. آقا قبول دارید که این سه تا عبارت اگر مساوی بود و تم مساوی صفر باشن، چون هر سه تاشون توان دو دارن، این یک امر بدیهیه، یعنی یک چیز کاملا درست و بدون مشکل ما میپذیریم اینو که عبارت هایی که مربع کامل هستن جمعشون یا مساوی صفر یا از صفر بزرگتره و این عبارت کاملا حل شده میشه.
سوال بعدی، اگر ایکس ایگری عدد حقیقی باشن ثابت کنید این عبارت رو. بازم مثل قبلی بچه ها هیچ فرقی نمی کنه. منتها این عبارت الان باید بسازیمش. چجوری؟ میگه آقا ما اگه ایکس و ایگریک رو داشته باشیم باید اونور دو ایکس ایگریک داشته باشیم تا بشه اتحاد. منطقیه دیگه. خب نداریم که، چیکار میکنیم؟ همه رو توی دو ضرب میکنیم، میشه دو ایکس دو به علاوه دو ایگریک دو به علاوه دو، بقیه هم که ضرب در دو میکنم میارم این ور، میشه منهای دو ایکس ایگریک منهای دو ایگریک منهای دو ایکس و دو تا مساویه صفر. حالا اتحاد خودشون نشون دادن. نیا کنید اینجا رو، یه دونه x2 و یه دونه y2 و یه منهای 2x y میشه اتحاد اول، پس میشه x2 به علاوه y2 منهای 2x y. یه x2 و یه y2 و یه منهای 2y و یه منهای 2x و یه 2 میمونه، یعنی در واقع دو تا اتحاد داریم اینجا، یه دونه با x داریم که میشه x2 منهای 2x، یه دونه از این دو رو میکنیم یکی به علاوه یک میدیم به این، بعدی میشه دوباره ایگرگ دو منهای دو ایگرگ به علاوه یک، عبارت بزرگتر مساویه صفر میشه. در واقع شما سه تا اتحاد مربع کامل داری میبینی الان. بازم مثل قبل فرقی نمیکنه. اینجا دوباره میشه ایکس منهای ایگرگ به توان دو، اینجا میشه ایکس منهای یک به توان دو، اینجا میشه ایگرگ منهای به توان دو. سه تا عبارتی که همواره مثبت هستن توان دو دارن، یا بزرگتر از صفرن یا مساوی صفر. اینم بدیهیه و کاملا درسته. این هم شد اثبات بازگشتی که تو امتحان نهایی خیلی ازش دارید، قطعا ازش سوال خواهید داشت، جز سوالات خیلی مهمه. و اما برهان خلف، برهان خلف بچه اگر یادتون باشه توی جبر و آمار احتمال پارسال در مورد گزاره ها و نقیض گزاره ها صحبت کرده بودیم. ما گزاره ای داشتیم به نام پ آنگاه کیو، یادتون باشه، اگر پ آنگاه کیو، گفتیم بچه ها نقیض، عکس نقیض این گزاره چی میشه؟ عکس نقیض این گزاره میشد نقیض کیو آنگاه نقیض پ. بچه ها به عکس نقیض یک گزاره میگیم برهان خلف. خوب دقت کن، توی اینجا این پ میشه اگر، یعنی میشه فرض مثلمون، کیو میشه آنگاه یعنی حکم مثلمون. برای اثبات چیکار میکنی؟ میگیم بیا حکمو غلط فرض کن. غلط بودن کیو یعنی نقیض کیو. وقتی من حکمو غلط فرض میکنم نتیجهش میشه چی؟ یک فرض غلط. بچه ها قبول دارید که این دوتا عبارت با هم دیگه هم ارزن؟ اینو پارسال یادتون هست، یعنی این عبارت با این عبارت هم ارزشه. اگر این درست باشه اینم درسته، اگر این غلط باشه اینم غلط. اینو میگن هم ارزش. زمانی که ما نمیتونیم پ آنگاه کیو رو اثبات کنیم، میریم اینو اثبات میکنیم، میگیم خب ارزش این با ارزش این برابره. نتیجه تو برهان خلف چیکار میکنیم؟ میگیم حکم رو غلط فرض میکنیم، یعنی فرض میکنیم کیو شده نقیض کیو. بعد از این که این نقیض کیو شده به چه نتیجه میرسیم؟ به نقیض پ، یعنی به یک فرض غلط. پس اگه حکم غلط فرض کردی و نتیجهش یک فرض غلط شد، یعنی حکم شما درست بوده، یعنی مسئله شما درست بوده، روشش روش برهان خلفه. پس برهان خلف توضیحش به این صورته. نه این جمله ها رو حفظ کنیم، این نکته برا رو بدونیم کافیه. میگه یکی از روش های اثبات یک حکم با استفاده از استدلال استنتاجی روش برهان خلفه. در این روش فرض میکنیم حکم غلط است، نقیض کیو، سپس نشان میدهیم یعنی آنگاه که فرض غلط است، یعنی نقیض پ. در نتیجه این اصل با فرض قضیه متناقض میشه و مسئله درست در میاد. بریم اثبات انجام بدیم. نگاه کنید، گفته ثابت کنید رادیکال سه گنگ است. تموم شد. اول ثابت کن رادیکال سه گنگ است. بچه رادیکال سه گنگ است، این حکمت یه ذر. فرض مسئله چیه؟ بیاید اینجوری فرض کنیم. آقا شما قرار بودش که حکم غلط فرض کنید، درسته؟ من که الان نمیدونم فرض مسئله چیه. میگیم بله نمیدونم. ولی بیایم از غلط فرض کردن حکم ببینیم فرض مسئله چی میتونسته باشه. اگه رادیکال سه گنگ نباشد، مگه نمیخوای نقیضشو بگیری؟ میخوای بگی رادیکال سه گنگ نیست دیگه. رادیکال سه گنگ نیست. پس چیه؟ پس رادیکال سه یک عدد گویا هستش. حالا داریم یواش یواش میریم جلو. یا قبول داری که میخوام از برهان خلف استفاده کنم دیگه، میگم رادیکال سه فرض کن گنگ نیست. خب اگه گنگ نیست پس چیه؟ اعداد یا گنگ یا گویا دیگه، پس میشه گویا. حالا عدد گویا رو به چه صورتی نشون میدیم؟ عدد گویا رو به صورت تقسیم دو عدد پ بر روی کیو نشون میدیم.
سه پنجم، هفت ششم، اعدادی که نسبت به هم چی باشن؟ اول باشن. دو نهم، چهار پنجم، هر عدد دیگه میتونه باشه. پس ما اگر قرار باشه که بدونیم رادیکال 3 یک عدد گویا هست، پس باید به صورت P تقسیم بر Q نشونش بدیم، به طوری که P و Q نسبت به هم چی باشن؟ اول باشن. یعنی به جز خودشون بر هیچ چیز دیگه بخش پذیر نباشن. حالا فهمیدیم چیه؟ این ثابت کنید شما یک فرضی داشته به این صورت: اگر P و Q نسبت به هم اول باشند، ثابت کنید رادیکال 3 گنگ است. این داستان اصلی ماست. پس ما الان باید از این نقیضی که درست کردیم بریم این فرضمون رو نقض کنیم، ببینیم آیا این فرض نقض میشه یا نه. P و Q نسبت به هم اول باشند یعنی چی اول باشند؟ بچه ها بهترین حالتی که دوتا عدد نسبت هم اول نیستن چیه؟ اینه که جفتشون زوج باشن. هر دو عدد زوج اصلا نسبت هم اول نیستن، چون یه دوی وجود داره این وسط به جز یک، یه دوی هم هست که بر این در واقع این دوتا عدد برش بخش پذیر میشن. پس برای اینکه بتونیم به این زوج بودن این دوتا برسیم چیکار میکنیم؟ میگیم رادیکال 3 رو فرض کنیم که عدد گنگه، عدد گویاست، رادیکال عبه میبرم، میشه 3 برابر میشه با پی به توان 2 بر روی کیو 2، از اینجا پی به توان 2 میشه 3 تا کیو 2. خب فرض کنیم که کیو عدد زوج باشه. بچه اگر کیو زوج باشه به توان 2 برسه میشه چی؟ میشه 4. ضرب در 3 بشه میشه چی؟ میشه 12. پس پی به توان 2 چی میشه؟ میشه 12 تا کا به توان 2. بچه ها 12 تا کا به توان 2 مگه همون 2 در 6 کا به توان 2 نیست؟ خب این یعنی دوتا کاپریم دیگه. پس پی به توان 2 هم میشه چی؟ پی به توان 2 مون میشه 2 تا کاپریم، یعنی میشه زوج. ای شما که کیو رو زوج فرض کردی، پی هم که در اومد زوج، یعنی پی و کیو چی شدن؟ زوج شدن و این خلاص فرضه. نتیجه P و Q هر دو زوج هستند و این خلاف فرض است، پس رادیکال 3 گنگ است. این میشه اثبات رادیکال 3 گنگ. خب بعد خودش گفته بیا ثابت کن اینم گنگه. خب خیلی ساده از قضیه بچه، وقتی رادیکال 3 گنگ باشه با 2 هم جمع بشه میشه چی؟ میشه گنگ. ازش ریشه سوم بگیریم باز میشه گنگ. پس مسئله حل شد. پس اثبات اولیه ما رو رادیکال 3 برمیگرده. حالا میگه ثابت کنین گنگه. بازم میخوام برهان خرف بریم، میریم برهان خرف ببینیم چی میگه. خب فرض کن رادیکال 3 با فرجه 3 گنگ نیست. مینویسم اینجا رادیکال 3 به علاوه 2 با فرجه 3 چیه؟ گویاست. خب اگه گویا باشه به صورت پ تقسیم بر کیو بنویسیم دیگه. مینویسیمش، مینویسیم رادیکال فرجه 3 رادیکال 3 به علاوه 2 میشه پ تقسیم بر کیو، به توان 3 میرسونیم، میشه رادیکال 3 به علاوه 2 برابر میشه با پی به توان 3 تقسیم بر کیو به توان 3. آقا پی به توان 3 کیو به توان 3 مگه گویا نیستش؟ هر چی میخواد باشه گویا میشه دیگه. بگیم بله، این عدد چیه؟ گویا. 2 چیه؟ گویا. اگه 2 بره اونور رادیکال 3 برابر میشه با پی به توان 3 تقسیم بر کیو به توان 3 منهای 2. این عبارت هم چی میشه؟ خودش گویا. نتیجه این که رادیکال 3 چی میشه؟ گویا. و این خلاف فرضه، چون رادیکال 3 رو ثابت کردیم چیه؟ گنگه. در نتیجه این عدد هم گنگ خواهد بود. این میشه اثبات گنگ بودن عدد رادیکال 3. بریم سراغ بعدی. سوال گفته که اگر n دو مضرب 3 باشد، ثابت کنید n مضرب 3 است. خب فرض مسئله این P ماست، ثابت کنید این میشه Q ما. بیا فرض کن Q غلطه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم Q یعنی عدد N مضرب 3 نیست. N مضرب 3 نیست، پس چیه؟ به این صورته:
n میشه 3 k مثبت منفی 1. یادت باشه گفتیم اونی که مطلب 3 نیست و به این صورت نشون میدیم، دون جدوله بود. خب من میخوام از این برسم به فرض. فرض من چی گفته؟ گفته n به توان 2، پس طرفم به توان 2 برسه، میشه n2 برابر میشه با 3 k مثبت منفی 1 به توان 2 که میشه 9 k به توان 2 مثبت منفی 6 k به علاوه 1. n به توان 2 مساویه، از این 9 و 6 یه دونه 3 فاکتور میگیرم، میشه 3 در 3 k به توان 2 مثبت منفی 2 k به علاوه 1. بچه ها قبول دارید که این عدد میشه k پریم؟ میگیم بله. نتیجه n به توان 2 چی میشه؟ میشه 3 تا k پریم به علاوه 1. خب نتیجه فرض ما با فرض اولیه غلط شد، یعنی اون غلطی که شما اینجا انجام دادید به عنوان اینکه کیو رو فرض کردید که مضرب 3 نیست، به شما یک نتیجه ای داد که فرضتان در واقع اشتباه در اومد. این نشون میده که شما حکم مثلا درست بوده. پس نتیجه این که می‌نویسیم اینجا با فرض تناقض دارد، پس حکم ثابت است. مثال نقض، مثالی هستش که بچه ها نشون میده که این سوال کلن غلط. یه اثبات کلی هست، یک دید کلی به شما میدم، یعنی آقا یه چیز کلی گفتن، این عددها هر چی داخل این فرمول قرار بدی همش میشه عدد اول، به ازای همه مقادیر این، این عبارت عدد اوله. شما میگردی پیدا میکنی عدد 7 رو قرار میدی توش، میبینی عدد اول نشد، میگی آقا جمع کن برو، مسئلت کلن غلطه. یعنی برای رد کردن یک حکم کلی، اگر فقط یک مثال بتونید بزنید دیگه اثبات نیاز نداره، حکم رد میشه. نکته کلی، نکته مهم بچه ها اینه، مثال نقض روش اثبات نیستا. مثال نقض به شما میگه آیا این سوال رو میشه اثبات کرد یا نه. پس اولین چیزی که به عنوان یک حکم کلی به شما میدن اینه که شما سعی کنید ردش بکنید با یک مثال، تا بعد ببین اگر نتونستی ردش بکنی وقت میریم سراغ اثبات. نگاه کنیم بچه‌ها، گفته برای هر کدومش مثال نقض بیارین. جمع دو عدد گنگ گنگ است، مثال نقضش چیه؟ مثال نقضش به این صورت، نگاه کنید، رادیکال 2 به علاوه 1 و 1 منهای رادیکال 2. جمع دو عدد چی الان؟ گویاست. این مثال نقضش. ضرب دو عدد گنگ گنگ است، همین مثال براش میزنیم، رادیکال 2 منهای 1 و رادیکال 2 به علاوه 1، اتحاد مزدوج. ضرب بکنی دیگه عدد گنگ نیست. جمع عدد گویا و گنگ گنگ است. این یادتون باشه، این کاملا درسته، این دیگه مثال نقض نداره، این اثبات میشه که جمع دو عدد گنگ گنگ. ما برای اینجا مثال نقضی براش وجود نداره، نمیتونیم مثال بزنیم. ضرب عدد گویا و گنگ گنگ است، آیا این درسته؟ میگیم خیر، مثال نقض داره. صفر ضرب در رادیکال 3 میشه صفر، این مثال نقضش. یه عدد گنگ به توان گنگ گنگ است، نه خیر غلطه، مثال نقض براش میارم. مثل چی؟ میگم 3 به توان رادیکال 2 کلن به توان رادیکال 8. خب توانها تو هم ضرب میشن، میشه 3 به توان رادیکال 16، رادیکال 16 میشه 4، 3 به توان 4 میشه 81. میبینید این مثال نقضش بود. عدد گویا به توان گنگ میشه گنگ، غلطه، من برات مثال میذارم، 1 به توان رادیکال 5 میشه 1، مثال نقضشه. عدد گنگ به توان گویا میشه گنگ، مثال نقض داره، رادیکال 2 به توان 0 میشه 1. میبینید برای همش مثال نقض هست. یادمون نره که مثال نقض میتونه خیلی خیلی متفاوت باشه، شما به جای رادیکال 5 میتونی هر رادیکال دیگه ای هم قرار بدید. این قسمت اول کاره موشه، بریم سراغ بخش پذیری. بخش پذیری میگه اگر عدد صحیح A رو بر عدد صحیح B، به شرطی که B مخالف صفر باشه، هم A عدد صحیحه هم B عدد صحیحه، آنگاه عدد صحیح مانند Q یافت می شود، به طوری که A برابر باشه با B ضرب بر Q، به طوری که B چی باشه؟ B آد کنه A رو. خوب دقت کن، B آد کنه A رو یعنی چی؟ یعنی B مقسوم علیه A باشه، یعنی من بتونم بنویسم A مساوی با B ضرب بر Q.
مثل چی؟ مثلا ما میگیم 3 عاد میکنه مثلا 9، یا 2 مثلا عاد میکنه 12 رو، یا مثلا هر عدد دیگه، حالا هر جوری که بخوای بنویسی، تحت هر شرایطی بتونیم در واقع به این صورت بنویسیمش. عدد دومیه که سمت راسته، اون عدد مضربی میشه از عدد کوچیکتر که سمت چپه. به عبارت دیگه میگیم 9 مضرب 3 و 3 مقسوم علیه 9. اینو به صورت آ برابر با بی کیو میتونیم نشون بدیم. میگیم آ مضرب بیه، بی مقسوم علیه آ هستش، بی آد میکنه آ رو، بی میشمره آ رو. در مورد آ و بی هم هر علامتی میتونیم براش داشته باشیم، هم آ میتونه منفی باشه هم بی میتونه منفی باشه، فرقی نمیکنه. مثال گفته هرگاه آ عدد طبیعی باشه و دعا به علاوه یک آد کنه 12 رو. بچه ها وقتی دعا به علاوه یک قرار 12 رو آد کنه، نتیجه اینه که دعا به علاوه یک باید مقسوم علیه چی باشه؟ 12 باشه. خب مقسوم علیه 12 چی میشه؟ اینجا می نویسیم مثبت منفی 1، مثبت منفی 2، مثبت منفی 3، مثبت منفی 4، مثبت منفی 6 و مثبت منفی 12. اینا مقسوم علیه عدد 12 هن. چرا منفیاش هم براش نوشتم؟ چون این در واقع اعداد آ و بی که اینجا میبینید شما به صورت در واقع مقسوم علیه میتونن هم مثبت باشن هم منفی باشن. در مورد اعداد صحیح داره صحبت میکنه. خب اینجا اگه دقت بکنید تو تعریف نوشتیم براتون ب مخالف صفر باید باشه، ولی عدد صحیحه، هر چیزی میتونه باشه، آ حتی میتونه آ صفر هم باشه. خب من دعای بعلاوه یک رو میام مساوی اینا قرار میدم. بچه های خوب دقت بکنید، من قرار اعداد طبیعی برای آ پیدا بکنم، پس دعای بعلاوه یک نمیتونه با منفی 12 و منفی 6 و منفی 4 و منفی 3 و منفی 2 منفی 1 برابر باشه. یعنی کل منفی هاش ممکنه بره کنار، ولی امتحان کنید ببینید ممکنه توی اعداد کوچیکتر جواب بده. قطع به یقین دعای بعلاوه یک وقتی با مثبت منفی 1 مساوی قرار میدیم، اتفاقی که میفته اینه 1 بره اونور با 1 میشه 0، پس آ 0 نمیتونه باشه. 1 بره اونور میشه منفی 1، آ منفی 1 هم نمیتونه باشه، پس برای مثبت منفی 1 هیچی وجود نداره. دعای علاوه 1 برابر مثبت منفی 2. اگر 1 بره اونور، اولا که اینجا اصلا آ عدد طبیعی به دست میاد. چرا؟ داستان چیه؟ میگیم آقا دعای علاوه یک یه عدد چیه؟ یه عدد فرده، چطور ممکنه با عدد زوج برابر باشه؟ پس زوج ها کلا میره کنار. یک هم که نبود، فقط میمونه مثبت منفی چند؟ 3. پس مینویسم اینجا دعای علاوه یک میتونه باشه مثبت و منفی 3. بچه ها منفیش که مورد قبول نیست، پس دعا برابر میشه با 2، نتیجه آ فقط میتونه 1 باشه. به ازای چند عدد طبیعی؟ فقط 1 عدد طبیعی. علت دعای به علاوه 1 عدد فرده و 12 و 6 و 4 و 2 عدد زوجن، کلن میرن کنار. یه مثبت منفی 1 میمونه که امتحان کردیم نشد، یه مثبت منفی 3 میمونه که منفیش مورد قبول نیست، به خاطر اینکه 1 میره اون و میشه منفی 4 و آ در میاد منفی 2. اگه نمیگفت اعداد طبیعی، میگفت عدد صحیح، اون وقت در مورد این یکم میتونستیم صحبت بکنیم. ویژگی‌های بخش‌پذیری به صورت خلاصه براتون نوشتم. هر عددی آ رو خودش رو آد میکنه، یک همه عددا رو آد میکنه. اگر آ عدد 1 رو آد کنه، همیشه آ برابر مثبت منفی 1 میشه. یادتون نره بچه ها عدد اولیه همیشه عدد دومیه کوچیکتره، حواستون باشه. اون چیزی که آد میکنه یه چیز دیگر، اون اولیه خودش از اون چیه کوچیکتر یا در نهایت مساویش میتونه باشه. پس اگر آب رو آد کنه، قدر مطلق از قدر مطلق به همیشه کوچیکتر یا مساویه. هر دو عددی که همدیگر رو آد کنن با هم مساوی هستن. اگر آ ب رو آد کنه، ب سی رو آد کنه، آ سی رو آد میکنه. اگر طرفین یک بخش پذیری رو توی عددی ضرب بکنیم اشکالی نداره، اوکیه. اگر بیایم طرفین رو منفی بکنیم باز موردی نداره، اما اگه بیایم طرفین رو با یه عددی جمع بکنیم ممکنه مشکل ساز بشه. مثلا دارم میگم، شما میگی که عدد 3 مثلا آد میکنه عدد 6 رو، خب حالا یکی دونه 1 اضافه کن بهش، پس 4 هم میخوای آد کنه 7 رو، میگیم خیر، عدد 1 اضافه کنم میشه 4 آد کنه 7 که نمیکنه.
اما اگر آ بیاد بی رو آد کنه، ما میدونیم که آ از بی کوچیک‌تره. پس اگه بی رو تو هر چی هم ضرب بکنی باز همین خاصیت وجود داره. این نکته خیلی مهمیه. وقتی عدد 2 6 رو آد میکنه، پس 12 هم آد میکنه، مضارع 6 هم آد میکنه. درسته؟ پس این خاصیت همیشه وجود داره. میگه اگر آ عدد بی رو آد کنه، پس هر مضربی از بی هم آد. اینو اینجوری یاد بگیرید. اگر آ بی رو آد بکنه، پس آ هر مضربی از بی رو هم آد میکنه. اگر آ بی رو آد بکنه، پس آ هر مضربی از بی. این مضربی از بی در واقع چیه؟ بی به توان n منهایی که ضرب در بیه. این همون هر مضربی، همون m خما میشه در واقع. پس اینجوری توانم باهاش چی میشه؟ ثابت میشه. میگه اگر آ ضرب در ب سی رو آد کنه، اون وقت هم آ سی رو آد میکنه هم بی. در غیر این صورت این ضربه جواب نمیده. مثال دقت کنید. اثبات کتاب گفته اگر آ و ب و آ و سی، اگر آ بی رو آد کنه و آ سی رو آد کنه، یعنی عدد آ دو تا عدد بی و سی رو آد کنه، اون وقت ام و ان عدد صحیح باشند، قطعاً آ میتونه ترکیب خطی از آ و ب رو چیکار کنه؟ آد کنه. ببینیم چه جوریه داستان. دقت کنید. میگیم اگر آ ب رو آد کنه، اگر آ ب رو آد کنه، پس آ میتونه هر مضربی از بی رو هم آد کنه. نکته داشتیم بالا. اگر آ سی رو آد کنه، پس آ میتونه هر مضربی از سی رو هم چیکار کنه؟ آد کنه. در صورتی که الان اگه بخوام اینو بنویسم، میتونم بنویسم M ضرب در B برابر میشه با A ضرب در Q. اینجا چی میشه؟ N ضرب در C برابر میشه با A ضرب در چی؟ Q پریم. تعریف دیگه، تعریف اینو میگه. میام چیکار میکنم؟ اینا رو با هم جمع میکنم یا از هم کم میکنم. میگم M ضرب در B اگر با N ضرب در C جمع و تفریق بشه، اون وقت اینا با هم جمع و تفریق میشن دیگه، میشه AQ مثبت منفی AQ پریم. درسته؟ این برای تصاویری که نگه میدارم، کاری باش ندارم. از این برای یه A فاکتور میگیرم، میشه AQ مثبت منفی Q پریم، که اسمش میذارم چی؟ Q زگوند. نتیجه رسیدم بچه‌ها، ام ضرب در بی مثبت منفی ان ضرب در سی مساوی شد با آ چی؟ کیو پریم یا کیو زگون. در نتیجه آ چیکار میکنه حالا؟ آ آد میکنه ام ب مثبت منفی ان سی رو. یعنی برای اینکه بتونیم اثبات انجام بدیم، برای چی؟ برای عبارت‌های در واقع بخش پذیری، کافیه بخش پذیری رو به مساوی تبدیل بکنیم برای تعریف و از اون اثبات رو شروع بکنیم، در نهایت دوباره برش گردونیم به حالت چی؟ به حالت بخش پذیری، به همون رابطه‌ای که داریم. مثال دقت کنید. سوال خیلی مهم، امتحان نهایی اومده، تست کنکورم بوده. اگر آ مخالف صفر باشه، عدد صحیح و عدد اگر آ مخالف صفر عدد صحیح هم باشه و مخالف صفر هم باشه، عدد 7m به علاوه 6 و 6m به علاوه 5 بر آ بخش پذیرند. یعنی چی؟ یعنی اینها میتونن آ رو چیکار کنن؟ در واقع بخش پذیر بر آ باشند. حالا ثابت کنید آ میتونه مثبت منفی 1 باشه، یعنی اینا میتونن بر آ تقسیم بشن. پس آ اینا رو چیکار میکنه؟ آد میکنه. مینویسیم، میگیم آ چی رو آد میکنه؟ 7m به علاوه 6 رو آد میکنه. آ دوباره چی رو آد میکنه؟ 6m به علاوه 5 رو آد میکنه. قبول دارید که آ هر مضربی از این و هر مضربی از این رو چیکار میکنه؟ آد میکنه. قبوله تا اینجا. اما نکته ای که ما اینجا باهاش برخورد داریم و برامون در واقع مشکل سازه اینه که این m رو من چجوری حذفش کنم؟ m چجوری از بین میره؟ ببین بچه ها، ضرایبی که به این دوتا عبارت میدید باید طوری باشه که این ام بالا و این ام پایین با هم قرینه بشن و از بین برن. چجوری انجام بدیم این کار؟ خیلی ساده. میگیم مگه آ مضربی از 7m به علاوه 6 نباید باشه؟ قطعا میگیم چرا. پس آ میتونه چیکار کنه؟ هر مضربی از اینم آد کنه. ضرب در منفی 6ش میکنم. آقا منفی 6 کجا دست آوردی؟ خیلی ساده. نگاه کن. این 7 بالا رو میبینی؟ اینم 6 پایین. بالایی رو تو منفی 6 ضرب کن، پایینی رو تو 7 ضرب کن، یا بالایی رو تو 6 ضرب کن، پایینی تو منفی 7، فرقی نمی کنه. یکیش رو تو منفی
من قرینش ضرب کنم، یکیشم تو خودش ضرب کنم. نتیجه اگه بالا تو منفی 6 ضرب بشه میشه منفی 42 ام منفی 36. پایین نگاه کن، ضرب در 7 کن، آد میکنه 42 ام به علاوه 35. درسته؟ میایم چیکار میکنیم؟ میایم طرفین رو با هم جمع میکنیم. اگر عبارت بالا پایین رو با هم دیگه جمع بکنید، قبول دارید که آ حالا چی رو آد میکنه؟ اینا که با هم دیگه میره، منفی 36 با 35 جمع بشه میشه منفی 1. بچه آ وقتی منفی 1 رو آد کنه، پس آ میتونه هم 1 باشه هم منفی 1. نتیجه آ برابر میشه مثلا منفی 1. خیلی راحت اثبات شد. این ضریب ها خیلی به ما کمک میکنن. باید عدد هایی رو تو این ام ها ضرب بکنیم که بیان چیکار کنن؟ بیان قرینه همدیگه بشن، تو جمع و تفریق با همدیگه برن. بریم تمرین جالب حل کنیم. گفته روی منحنی نمایش این تابع چند نقطه با مختصات صحیح وجود دارد؟ مختصات صحیح یعنی چی؟ یعنی بچه ها صورت مضربی از مخرج باشه. پس این که میگه چند نقطه مختصات صحیح، یعنی صورت مضربی از مخرج باشد. یا بچه مخرج چی رو آد کنه؟ صورت رو آد کنه. ایکس به علاوه دو چیکار کنه؟ دو ایکس دوه. به علاوه سه رو آد کنه. به ازای چه مقادیری از ایکس اتفاق میفته؟ باز چیکار میکنم اینجا؟ میگم آقا اینجا x به توان 2 دارم. من میدونم که هر عددی خودشو عاد میکنه. یعنی ما میدونیم x به علاوه 2 خودشو عاد میکنه. طبق نکات میدونم x به علاوه 2 هر مضربی از خودش هم عاد میکنه. پس مینویسم x به علاوه 2. حالا چیکار میکنم؟ اینجا رو خوب گوش کن. میام یه چیزی تو این ضرب میکنم که این بالایه رو به من بده ولی با علامت قرینه. خب چیکارش میکنم؟ توی یک منفی 2x ضربش میکنم. یا راحت‌تر بگیم این عبارت رو تو مزدوج خودش ضرب بکنم که دیگه x هم به هم نده. اگه تو مزدوج ضرب بشه میشه چی؟ میشه x منهای 2 x به علاوه 2. این عبارت اگه شما ضربش کنی میشه x به توان 2 منهای 4. درسته؟ شما چی داری اینجا؟ 2x2 داری. میای یه بار دیگه هم تو 2 ضربش میکنی. پس می‌نویسی x به علاوه 2 آد میکنه 2x2 منهای 8. نگاه کن. یه چیزی خود مسئله بهت داده که حساب کرده بهمون داده. یه چیزم از x به علاوه 2 خودم به دست میارم. این راهکار خیلی مهمه. البته راهکار تستی هم داره خیلی ساده است که اینو توی بخش توربوجت کامل گفتم خدمتتون، میتونید اونجا بعداً ببینید. x به علاوه 2 پس 2x2 منهای 8 آد میکنه. الان 2x2 و 2x2 میخواد بره. پس باید بالایی رو منهای پایینی بکنیم. یعنی چی میشه؟ یعنی عبارت اول رو، این هم به عبارت چیه؟ دومه. اینو چیکار میکنیم؟ از هم کم میکنیم. میگیم پس x به علاوه 2 چی رو آد میکنه؟ 2x2 منهای 2x2 با هم دیگه میره. 3 منهای 8 میشه 11. پس اینجا 1 و منهای 2 بکنیم، جواب میشه 11. بچه x به علاوه 2 چی آد میکنه؟ 11. پس x به علاوه 2 چیه؟ x به علاوه 2 در واقع مقسوم الیه های عدد 11 هستن. بریم ببینیم مقسوم الیه چی میشن. میگیم x به علاوه 2 برابر میشه با مقسوم الیه های 11، مثبت منفی 1 و مثبت منفی 11. چند تا عدد به دست بیدن اینجا؟ نگاه کنید. از اولی x برابر میشه با 2 بره اونور میشه منفی 3. این یه جواب. اگر با 1ش بره اونور میشه منفی 1. این دوتا جواب. برای 11 2 بره اونور x میشه 9. این یه جواب. و x میشه منفی 13. اینم یه جواب دیگه. سوال من از شما اینه، آیا این مسئله 4 جواب دارد؟ شما میگه خب هر 4 تا شده صحیحه دیگه، بله 4 جواب داره. ولی من میگم نه، اشتباه نکنید. خوب گوش کن اینجا رو. ما قرار نقطه پیدا کنیم. نقطه یه x توش داره یه y توش داره.
شما ایکساشو پیدا کردی صحیحه، آیا این ایکس های صحیح باعث میشن که این ایگرگ هم صحیح در بیاد یا نه؟ پس عددهایی از ایکس قابل قبولن که بیاد این عبارت رو برای ایگرگ هم عدد صحیح بکنه. امتحان کنه ایکس رو بدید منفی 3، منفی 3 به توان 2 میشه چند؟ میشه 9. 2 9 تا 18 تا 18 و 3 میشه 21، بالا شد 21. منفی 3 رو میدم پایین میشه منفی 1، جواب منفی 21 درسته، پس منفی 3 اوکیه. این یه نقطه. ایکس رو میدم منفی 1، منفی 1 میدم بالا میشه، بالا میشه 5، پایین میشه 1، اینم درسته. ایکس رو میدم 9، 9 به توان 2 81، 81 در برابر 2 میشه 162، 162 با 3 میشه 165. تا اینجا 165 9 بره پایین میشه 11، 165 به 11 بخش پذیره؟ ببینیم میشه یا نه. 165 به 11 بخش پذیر، بله بخش پذیر میشه، میشه 15. پس 9 هم مورد قبوله. بریم سراغ منفی 13. منفی 13 بذارم میشه 169، 169 ضرب بر 2 میشه 338، 338 با 3 میشه 341 تقسیم بر منفی 11. 341 به 11 بخش پذیره؟ امتحان میکنیم 3 بدین، بله اینم درسته. یعنی هر 4 تا عدد درست میده. آقا چرا این کارو کردیم؟ سوال وجود داره بچه‌ها. سوالاتی هست که توی من گفتم بهتون تو قسمت توربوجه تستاشو حل کردیم با هم. وجود داره که یکی از این جوابای دو تاش ممکنه مورد قبول نباشه. یعنی ایگرگو جواب نده به شما. پس حواسمون باشه به این قضیه. ادامه در واقع نکات رو اینجا داریم. توانهای مختلف آ و ب هم میتونه همدیگه آد کنه. اگر آ آد کنه ب رو، هر توانی از آ و ب هم همدیگه آد میکنن. اگر آ ب رو آد کنه، سی دی رو آد کنه، بچه ها ضرب این دو تا طرفین هم همدیگه رو آد میکنند. اما اگر آ آد کنه ب رو، سی آد کنه دی رو، جمع و تفریقش ممکن اتفاق توش نیفته. اگر آ منهای ب داشته باشیم، حتما آ به توان ان منهای ب به توان ان آد میکنه 100%. اگر آ به علاوه ب باشه، به شرطی که ان فرد باشه، حتما جمعش رو با توانهای مختلف آد میکنه. و همچنین اگر جمع آ و ب داشته باشیم، حتما منهاش آد میکنه. اتحاد مزدوج وجود داره توشون. این هم نکاتیه که حالا بیشتر توی تست ها مطرح میشه. مثال ثابت کنید اگر آ به توان n آد کنه b به توان n رو و m کوچکتر از n باشد، آنگاه آ به توان m آد میکنه b به توان n رو. اولا گفته که آ آد میکنه b رو. گفته اگر آ آد کنه b رو، این رو ثابت کنید. اول آ به توان n آد میکنه به توان n. ببین میشه نه. اول تبدیلش کنم به حالت تساوی. نتیجه b برابر میشه با aq. طرف به توان n میرسونیم. میشه b به توان n برابر میشه با a به توان n q به توان n. من q به توان n رو اسمش میذارم q پریم. نتیجه b به توان n مساوی میشه با a به توان n q پریم، که این در واقع همون a به توان n آد میکنه b به توان n رو. این اثبات اول. آقا اثباتش یاد بگیرید، همیشه خواستید بخش پذیری اثبات بکنید، اول به حالت تساوی درش بیارید، بعد برید سراغ اثباتش، خیلی راحت. اما قسمت بعدی چی گفته؟ گفته اگر m از n کوچیکتر یا مساوی باشه، اینو ثابت کنید. بازم همین کار رو انجام میدیم. میگیم شرط اول اینه که آ آد کنه ب رو دیگه، درسته؟ این میشه چی؟ b برابر میشه با آ کیو، درسته؟ گفته m از n کوچیکتر باشه، میام طرفین رو به توان m میرسونم. خوب دقت کن، طرفین رو به توان m n میرسونم، یا m حالا فرق نمی کنه، به توان m برسونم. ببینیم چی میشه. میشه b به توان m برابر با a به توان m q به توان چی؟ m. اینو داریم تا اینجا، درسته؟ نتیجه اسم q به توان m رو میذارم q پریم. از اینجا b به توان m مساوی میشه با a به توان m در q پریم. حالا
من طرفین رو میام توی یه عددی ضرب میکنم. خوب گوش کن، طرفین رو میام توی یه عددی مثل بی. بی به توان چند؟ بی به توان حالا یک، بی به توان سه، بی به توان هرچی ضرب میکنم. پس می نویسم اینجا بی به توان مثلا ایکس ضرب داره بی به توان ام مساوی میشه با آ به توان ام ضرب داره کیو پریم ضرب داره بی به توان ایکس. تا اینجا درسته؟ من نمیدونم ایکس چیه، ولی میدونم ایکس هر چی باشه با ام جمع بشه عددی مثل ان رو به من میده. چرا؟ چون ان از ام بزرگتره. پس این دوتا وقتی تو هم دیگه ضرب بشن به من میده چی؟ به من میده بی به توان ان مساوی با بی به توان ایکس. هم یه عدده، وقتی در کیو پریم ضرب بشه به شما یک عددی مثل کیو زگوند رو خواهد داد که این برابر میشه با آ به توان ام کیو زگوند. نتیجه ای که از این میگیریم چیه؟ آ به توان ام آد میکنه بی به توان ان رو. اون ضریبی که ما بهش میدیم دست خودمونه، توانی که از ب ما بهش میدیم دست خودمونه. من نمیدونم اینجا ان از ام چقدر بزرگتره، میگم فرض کن ایکس دو اختلاف داشته باشه. پس میام بی به توان ایکس رو طوری انتخاب میکنم ایکسشو که وقتی با بی به توان ام ضرب میشه اون ان رو به من بده. سوال بعدی، اگر کا عدد صحیح باشد و 5 آد کنه 4 کای به علاوه 1 رو، ثابت کنید این عبارت 25 هم آد میکنه 16 کا 2 به علاوه 28 کا به علاوه 6 رو. خب اولا اگه من اینو آ و ب بگیرم، میگم آ آد میکنه ب رو. جای آ چی گذاشتیم؟ 5 گذاشتیم. جای ب گذاشتیم 4 کای به علاوه 1. یه نگاهی به آنگاهمون بندازیم، یعنی به حکممون، بگیم بچه ها 25 شده، 5 شده 25، یعنی پس اینم یه چیزی باید باشه که بشه 5 دیگه، که تو هم ضرب بشه بشه 25. پس 4 کای به علاوه یکم باید توی یه چیزی ضرب بشه بهت اینو بده. حالا نگاه کن، میگم اگر 5 آد کنه 4 کای به علاوه یکو، قبول دارید که 5 آد میکنه؟ خوب گوش کن اینجا رو بچه ها، مگه 5 مقسوم الی 4 کای به علاوه 1 نیست؟ خب چرا؟ اگه من 5 تا به این اضافه کنم مگه باز مقسوم الیش نمیشه؟ بذار برات مثال بزنم. مثلا نگاه کنید، عدد 5 آد میکنه مثلا 15 رو، درسته تا اینجا؟ اگه من 5 تا به این اضافه کنم مگه 5 آد نمیکنه 20؟ خب چرا؟ دوباره 5 تا دیگه اضافه کنم، دوباره 5 تا، یعنی هر 5 تا 5 تا اضافه میکنم باز آد کردن تغییری نمیکنه. من میگم خب اگه 5 اینو آد کنه پس 5 تا بهش اضافه کنم هم دوباره آد میکنه. حالا کافی این دو تا رو تو هم ضرب بکنم، این در این ضرب بشه، اینم در این ضرب بشه، میشه 25 آد میکنه. اینو تو هم ضرب کن، 4 کای به علاوه 1 رو در 4 کای به علاوه 6 ضرب بکنید، دقیقاً به شما این عبارت رو خواهد داد. 4 در کا میشه چقدر؟ میشه 16 کا 2. 1 4 6 24 با 4 میشه به علاوه 28 کا به علاوه 6. میبینید دقیقاً عبارت سمت راست به شما داد. از ویژگی های آد کردن اینه که میتونیم به عدد سمت راست عدد سمت چپ رو هیچ کا کنیم اضافه کنیم و هیچ تغییری صورت نگیره. مقسوم الیه، عدد ب را مقسوم الیه آ میگوییم اگر فقط اگر بی آد کنه آ رو. خب طبق تعریفی که بلد بودیم ازش دیگه. بریم سراغ الگوریتم تقسیم. توی تقسیم بچه ها برخلاف چیزی که تو بخش پذیری دیدیم، توی در واقع مقسوم الیه که توی آد کردن دیدیم، ما اونجا گفتیم که آ و ب میتونه مثبت منفی هم باشه ولی ب خب مخالف صفر باشه. اما اینجا نگاه کنید، میگه اگر عدد صحیح آ رو، پس آ رو عدد صحیح فرض میکنیم تا اینجا، بر عدد طبیعی ب، این خیلی مهمه، بیمون حتما باید عدد طبیعی باشه وگه نه مفهوم تقسیم معنی نداره. تقسیم بکنیم، اعداد صحیح منحصر به فرد کیو و آر به دست میاد به طوری که این رابطه همیشه برقراره. به این میگن الگوریتم تقسیم.
آ مساوی با ب ضرب بر کیو علاوه آر. به آ میگن مقسوم، به بی میگن مقسوم الی، کیو رو بهش میگن خارج قسمت، آر میشه باقی مانده. یادتون هست تقسیم قدیم رو میگفتیم آ تقسیم بر ب، اینجا یه چیزی میخوره به نام کیو، یه چیزی اینجا میشه ب کیو، آ که از این کم بشه میشه آر. بچه ها یادتون هست که چجوری ما اینو در واقع امتحان میکردیم؟ امتحان تقسیم چی بود؟ همین الان شما قبول دارید که من اگه آ رو منهای ب کیو بکنم حاصلش میشه آر دیگه. این آر کجا به دست اومده؟ مگه بالایی رو منهای پایینی نمیکردیم میشد آر؟ خب الان همین نوشتم دیگه. حالا ب کیو بره اونور، آ میشه ب کیو به علاوه آر. خیلی ساده میبینید که الگوریتم تقسیم به این صورت مشخص میشه. شرط به چه صورتیه؟ شرط اساسی اینه که بچه ها اون مقسوم الیه حتما توی این رابطه ای که با باقی مانده هست صدق کنه. یعنی باقی مانده شما، این بچه ها جز الگوی تقسیمه، باقی مانده شما هیچ وقت منفی نباید باشه. باقی مانده تون اگر منفی شد بهش به اندازه بی اضافه کنید، چون بحث تقسیمه دیگه، اینه پیما، اینه در واقع ظرفی میمونه که مدام هی اضافه میشه به یه چیزی. اگه دیدی باقی مونده مثلا شده منفی 4، بهش یه دونه بی اضافه کن، انقدر بی بهش اضافه کن که بشه مثبت. یا اگه دیدی که باقی ماندت از بی زده بالا، نگاه کن آر گفته بین 0 و بی باشه، باقی مانده اگر از بی بزنه بالا هی بی رو ازش کم کن تا بیاد زیر بی قرار بگیره. این رابطه همیشه برقراره بین مقسوم الی و باقی مانده. با توجه به این نکته گفته باقی مانده تقسیم 37 بر 5 رو بیابید. 37 به 5 تقسیم بشه میشه چی؟ حساب بکنید. 37 برابر میشه با بچه ها چند تا 5 رو توشه؟ 7 تا. میگیم 7 ضرب بر 5 به علاوه چند تا باقی مانده میاره؟ 2 تا. یعنی 37 میشه 5 ضرب بر 7 به علاوه 2. اگه خواستی تقسیمش رو انجام بدی که بلدی دیگه، میشه 37 تقسیم بر 5، 7 5 تا، 35 تقسیم بر 2، یعنی دقیقاً همین میشه. بعد گفته باقی مانده تقسیم 3 بر 7 چی میشه؟ خب بچه ها الگوی تقسیم مگه این نبود آ برابر بود با ب کیو به علاوه چی؟ به علاوه آر. خب اگه قرار باشه من اینو بخوام حلش بکنم، میگم باقی مانده تقسیم 3، پس آمون میشه 3 بر چه عددی؟ بر 7، پس بمون میشه 7 ضرب بر کیو به علاوه آر. من از شما سوال میپرسم، شما به کیو چه عددی میتونی بدی که این رابطه برقرار بشه و آرمونم مثبت باشه؟ هیچ راهی نداره جز این که کیو رو بدی 0. خیلی منطقیه، تو سه تا چند تا هفت تا؟ هیچی هفت تا، پس کیو میشه 0. اگه کیو بشه 0 نتیجه 3 برابر میشه با 7 ضرب بر 0 به علاوه آر. بچه ها نتیجه اگر آ از ب کوچکتر بود، اگر آ کوچکتر از ب باشد، آنگاه آر مساوی آه. وقتی شما آ رو داری که بی ازش بزرگتره، چجوری میخوایی تو 3 تا 7 رو در بیاری؟ نمیاد که، میشه 0 دیگه، پس باقی مانده با آ برابر میشه. باقی مانده تقسیم منفی 3 بر 7 چی میشه؟ نگاه کنید، منفی 3 رو میخوام بیام بر 7 تقسیم کنم، 7 ضرب بر کیو به علاوه آر. دوباره همون اتفاق میفته، آر میشه چند؟ آر میشه منفی 3، پس باقی مانده میشه منفی 3. ولی این غیر ممکنه. چرا؟ الگوی تقسیم میگه آر باید مثبت باشه. نکته، بهتون گفتم اگر آر منفی بود به اندازه بی بهش اضافه کنید، پس آر میشه چی؟ آر میشه منفی 3 به علاوه 7، جواب میشه 4. پس باقی مانده تقسیم منفی 3 به 7 برابر میشه با چند؟ برابر میشه با 4. مثال، در تقسیم آ بر 7 باقی مانده برابر 3 هستش. خب می نویسیم اینجا اگر آ بر 7 تقسیم بشه میشه 7 کیو، باقی مانده هستش چند؟ 3. باقی مانده تقسیم 2A منهای 1 بر 7 چی میشه؟ آقا نکته، هر بلایی سر داده ها، سر در واقع مقسوم میاد، هر بلایی سر مقسوم، مقسوم شما آه دیگه، هر بلایی سر مقسوم میاد سر باقی مانده هم میاد. خیلی ساده، خب بیا انجام بده. چه بلایی سر مقسوم اومده؟ دو برابر شده، یکی ازش کم شده، انجام بده، دو برابرش کن،
دو برابرش کن. اینو میخوای دو برابر کنی، خوب گوش کن اینجا رو. گفته باقی مانده بر 7 چی میشه؟ نباید 2 رو ضرب بر 7 کنی یا 7 رو بنویس 2 رو ضرب بر کیو کن. اینو داخل پرانتز بنویس اینجوری. حالا 2 رو ضرب بر 3 کن. 2 3 تا میشه چند تا؟ میشه 6 تا. منهای 1 یکی دونه ازش کم کن. میشه 2a منهای 1 برابر با 7 در 2 کیو منهای 1 میشه بله به چند؟ 5. آقا سوال، آیا مقدار آر شما از بی کوچیک‌تره؟ میگیم بله. یعنی شرط وجود داره؟ بله. آر دقیقا بین 0 و بی هستش، 5 دقیقا بین 0 و 7 هستش. در نتیجه این باقی مانده باقی مانده درستی هست. پس باقی مانده جواب چند میشه؟ جواب میشه عدد 5. میتونی چیز ذهنی هم بگی، نگاه کنید چه بلایی سر آ اومده، دو برابر شده یکی ازش کم شده. باقی مانده اول چند بوده؟ 3. دو برابرش اون یکی کم کن، 2 3 تا 6 منهای 1 5. به همین راحتی در تقسیم آ بر 5 باقی مانده برابر با 3 هستش. باقی مانده 3 آ علاوه 4 چی میشه؟ امتحان کنیم. اول ذهنی بگیم یه بار ببین چه جوری میشه. آ بر 5 باقی مانده شده 3. چه بلایی سرش اومده؟ 3 برابر شده، 4 تا اضافه شده. 3 3 تا 9 تا، 4 تا اضافه کن میشه 13 تا. بچه ها 13 از 5 بیشتره، ازش یه 5 تا کم کن میشه 8 تا، یه 5 تا دیگه کم کن میشه 3 تا، پس باقی مانده میشه 3. میخوای حساب بکنیم ببینیم به چه صورتی. آ رو می‌نویسیم اینجا، بگیم آ برابر میشه با 5 کیو به علاوه 3. ضرب در 3 کن، 4 تا اضافه کن بهش میشه 3 آ، یه 4 هم اضافه کن بهش میشه 3 آ به علاوه 4. 3 رو تو 5 ضرب نمی کنم دیگه، میشه 5 در 3 کیو، تو 3 ضرب کن میشه 9، 4 تا اضافه کن بهش میشه 13. درسته؟ پس میشه 3 آ به علاوه 4 برابر میشه 5 در 3 کیو. حالا اینجا مهمه، این عدد 13 هستش. 13 از 5 خیلی بزرگتره، یعنی باقی ماندمون هنوز بین 0 و b قرار نگرفته. چیکار میکنم؟ ازش مضارب b رو کم میکنم، یه دونه b کم کنم میشه 8 تا، یه b دیگه ازش کم بکنم میشه 3 تا، پس جواب میشه عدد 3. پس 13 رو منهای 2 برابر 5 کردیم، 5 چی بود؟ همون b بود. دو تا b ازش کم میکنم به دست میاد. سوال بعدی، باقی مانده تقسیم عدد a و b بر 11 به ترتیب 3 و 5. پس میگیم a اگر به 11 تقسیم بشه میشه 11 کیو، باقی مانده شده 3. B اگر به 11 تقسیم بشه میشه 11 کیو پریم، باقی مانده شده 5. گفته باقی مانده 2a منهای 3b بر 11 چی میشه؟ همین کارو میکنیم، یه بار ضرب بر 2 میکنیم بالای رو عین قبلی. 2 رو تو 11 ضرب نمیکنم میشه 11 ضرب بر 2 کیو، اما 2 رو تو 3 ضرب میکنم میشه 6. ب تو منفی 3 ضربش میکنم میشه 11 در منفی 3 کیو پری به علاوه منفی 15. اینا رو با هم چیکار میکنم؟ جمع میکنم. میتونستی چیکار کنی؟ میتونستی اینا رو تو مثبت 3 ضرب بکنی، حالا از هم کم بکنی، هیچ فرقی نمیکنه. بالایی رو منهای پایینی کنی ببینیم چی میشه. 2a منهای 3b، این که 11 داره توش میشه 11 کیوزگوند، اینا همشون با هم جمع بشه یک کیوزگوند نهایتا به شما میده. اینا رو مثلا کم بکنیم 6 منهای 15 میشه منفی 9. خب دقت کن، 6 منهای 15 میشه منفی 9. بچه ها باقی مانده شده منفی، مورد قبول ما نیست، باید بهش بی تا اضافه کنم. پس آر واقعی برابر میشه با منفی 9 به علاوه 11 که جواب میشه 2. الان عدد دو قابل قبوله، هم از 0 بزرگتره هم از بی کوچکتره. ما تو جدولی که بالا گفتیم بهتون، سال پیشم گفته بودیم اعداد زوج با دوکان نشون میدیم، اعداد فرد با دوکای به علاوه 1 نشون میدیم. اعداد صحیح از دو قسمت میشن، دوکا و دوکا به علاوه، یا زوجن یا فرد دیگه، منطقیه. عدد صحیح کلا به دسته های ستایی و چهارتایی و پنجتایی و انتایی هم میتونیم چیکار کنیم؟ تقسیم بکنیم. مثلا من میگم آ برابر با سکا به علاوه 1. طبق قانون تقسیم این باقی مانده که شما اینجا میبینید آر، یعنی 1. این اگه آر باشه، دقت کنید، این اگه آر باشه، آر بین چند و چنده؟ آر بین 0 و 3 هستش. پس آر میتونه 0 باشه،
آر میتونه 1 باشه، آر میتونه 2 باشه. دقت کنید باقی مانده تقسیم شما 3 تا عدد میتونه باشه. چرا؟ چون داری بر 3 تقسیم میکنی. اعدادی که شما بر 3 تقسیم میکنی 3 حالتن، یا بر 3 بخش پذیرن که میشه 0 باقی مانده، یا باقی ماندهش بر 3 میشه 1، یا باقی ماندهش بر 3 میشه 2، که باید ببینیم کدوم حالت اتفاق میفته. اینجا شما نگاه کنید، اگر آر بشه 0 میشه 3k، این میشه مضرب 3. اگه آر بشه 1 میشه 3k به علاوه 1، یعنی یه دونه از مضرب 3 بیشتر میشه. اگر آر بشه 2 میشه دوباره چی؟ یه دونه بیشتر میشه 3k به علاوه 2. در نهایت اعداد شما به 3 دسته تقسیم میشن. خوب دقت کن، ما میتونیم مجموعه اعداد صحیح رو به قسمت‌های مختلفی تقسیم بندی کنیم. بستگی داره که عددا رو به چه عددی تقسیم بکنیم. اگه به 2 تقسیم بکنین 2 دسته میشه، زوج و فرد. اگه به 3 تقسیم بکنین 3 دسته میشه، اونایی که باقی مونده شون بر 3 0 میشه، اونایی که 1 میشه، اونایی که 2 میشه. اگه به 5 تقسیم کنیم 5 قسمت میشه، اونایی که 0 میشه، 1 میشه، 2 میشه، 3 میشه یا 4 میشه. یعنی دسته های مختلفی رو میتونیم تو اعداد داشته باشیم. اعدادی که به صورت سکای به علاوه 2 هستن میتونیم به صورت سکای منهای 1 بریم. چرا؟ آقا قبول داری که من میتونم به این باقی مانده عدد 3 رو اضافه کنم یا عدد 3 رو ازش چیکار کنم؟ کم بکنم. هیچ فرقی نمیکنه. من میخوام از این عدد 2 3 تا کم بکنم. اگه از 2 3 تا کم بکنم میشه سکای به علاوه 1 دیگه. پس نتیجه میتونیم بچه‌ها ببینید، میتونیم بگیم که سکا به علاوه 1 خودشه، اما به جای سکا به علاوه 2 بنویسم سکا منهای 1. پس در مجموع میتونم بنویسم که هر عددی بر 3 تقسیم بشه یا آ برابر میشه با سکا یا آ برابر میشه با سکا مثبت منفی 1. بچه‌ها مثبت 1ش که خودشه، منفی 1 همون سکای به علاوه 2 مونه که یه جا نوشتیم. اصطلاحاً کارو راحت‌تر میکنه، مدل نوشتنش رو ساده‌تر میکنه، ولی هیچ قاعده خاصی نداره که حتما از این در واقع روش استفاده کنیم. مثال ببینیم چی گفته. گفته نشان دهید هر عدد صحیح فرد. میتونه به این صورت نشون داده بشه، هر عدد صحیح فرد. یه نگاه کنید بچه‌ها، ضریب کا چنده؟ ضریب کا 4ه. نتیجه، پس تمام اعداد صحیح بر 4 تقسیم شدند. بچه ها اگه اعداد بر 4 تقسیم بشن چه اتفاقی میفته؟ میگیم آ اگه بر 4 تقسیم بشه میشه 4 کیو به علاوه آر، که آر بین چی و چیه؟ آر بین 0 و 4ه. پس آر اگر 0 باشه جواب میشه 4 کیو، آر اگر 1 باشه جواب میشه 4 کیو به علاوه. من حالا میتونم به جای کیو بذارم کا، که شما با کا ببینید که حالا اگر آر باشه 2 میشه 4 کای به علاوه 2، اگر آر باشه 3 میشه 4 کای به علاوه 3. خوب دقت کن، اینا رو نوشتیم. الان عددی که من کجا فهمیدم اصلا به 4 تقسیم شده، این مهمه. این ضریب کار رو ببینید متوجه میشید. اگه 5 بود به 5 تقسیم میشه، 6 بود به 6 تقسیم میشه. حالا بچه‌ها قبول دارید که 4 کا خودش یه عدد زوجه؟ چرا؟ به خاطر که من میتونم یه 2 فاکتور گیری بکنم، بنویسم 2 در 2 کا، جواب میشه 2 کاپری، پس زوجه. 4 کا به علاوه 1 به دلیل چون 4 کا خودش زوجه، پس به علاوه 1 که بشه میشه چی؟ میشه فرد دیگه. پس این میشه 2 کاپری به علاوه 1. دوباره نگاه کنید، این 4 کا به علاوه 2، اگه 2 اگه فاکتور گیری بکنم میشه 2 در 2 کا به علاوه 1 که میشه دوباره 2 کاپرین. دوباره میشه چی؟ میشه زوج. و پایینی دوباره یه 4 کا دارم که با 3 جمع شده، پس اینم دوباره میشه عدد چی؟ فرد. میشه 2 کاپرین به علاوه 1. نتیجه دو تا عدد وجود داره که برابر با اعداد فرد دارن. اونم چیا هستن؟ 4 کا به علاوه 1، 4 کا به علاوه 3. به این صورت نشون دادیم که اگر عددی بر 4 تقسیم بشه، این مدلی که ازش به وجود میاد نشان دهنده عدد فرد خواهد بود.
سوال بعدی، اگر آ عدد صحیح و فرد باشد و بی آد کنه آی علاوه دو رو، در این صورت باقی مانده تقسیم آ دو علاوه بی دو علاوه سه بر هشت را بیابید. خب وقتی خودش گفته آ عدد صحیح و فرد، خیال ما راحته دیگه، میگیم خب اگه آ عدد صحیح و فرد باشه پس آ مساوی میشه با دو کا علاوه یک. تا اینجا مقدار آ مشخص شد، عدد فرده. بعد گفته که بی آد کنه آی علاوه دو رو. بچه‌ها دقت کنید، اگر یک عدد فرد رو با یه عدد دو جمع بکنیم، انگار دو تا عدد فرد متوالی رو با هم جمع کردیم. پس وقتی آ عدد فرد باشه، بی هم عدد فرد میشه، چون آ علاوه دو هم میشه یه عدد فرد. پس بی مونم برابر میشه با یه عدد فرد، یعنی دو کاپریم علاوه یک. میتونید بنویسید دو تا کاپ علاوه سه، هیچ فرقی نمیکنه، چون متوالی هست اینا میتونی بنویسی. پس مقدار آ و ب رو به دست آوردیم. حالا چیکار میکنیم؟ این آ و ب رو داخل رابطه قرار میدیم. میخوام ببینیم که تقسیم آ دو علاوه ب دو علاوه سه اگر بر 8 تقسیم بشه، باقی ماندهش چقدر در میاد؟ مقدار آر چقدر میشه؟ خب مقدار آ و ب رو توش قرار میدیم، میشه دو کا به علاوه یک به توان دو به علاوه دو تا کاپریم به علاوه یک به توان دو به علاوه سه اگر به 8 تقسیم بشه، باقی ماندهش چه عددی خواهد بود؟ این عبارت کافیه بازش بکنی. دو تا عدد فرد داریم به توان دو برسه، میشه 4 کا دو به علاوه 4 کا به علاوه 1، اون برم میشه به علاوه 4 کاپریم به توان دو به علاوه 4 کاپریم به علاوه 1 به علاوه 3. ببینیم مضرب 8 بشه، باقی ماندهش چقدر در میاد. خب دقت کن اینجا رو، یه 4 کا دو دارم با یه دونه 4 کا، اگر یه 4 فاکتور بگیرم، این میشه 4 در کا در کا به علاوه 1. اونورم داریم اگه 4 دوباره فاکتور بگیرم، میشه 4 کاپریم در کا کاپریم به علاوه 1. اگه یادتون باشه کا در کا به علاوه 1 گفتیم میشه 2 کا یا 2 کاپریم. اینم میشه چی؟ اینم میشه 2 کاپریم. 4 دوتا میشه 8، پس اینا رو هم دیگه میشن همون مضرب 8 که ما داشتیم. 1 با 1 با 3 جمع بشه میشه 5. پس این عبارت اولیه خودش مضرب چیه؟ مضرب 8ه. پس این برابر میشه با 8 کیو به علاوه 5. یه مقایسه بکنیم با هم دیگه، متوجه میشیم باقی مانده در میاد عدد 5. خوب دقت کن، اون نکته که بهت گفتم دو تا عدد متوالی ضربش میشه یک عدد مضرب 2، یعنی عدد زوج میشه، اینجا داره به دردمون میخوره. توی دو سه تا مثال اگه دیدی، اگه دقت کرده باشید، این نکته خیلی داره استفاده میشه. ما اثبات نمی کنیم دیگه کا در کا به علاوه یک میشه یک عدد زوج. البته بخوای اثبات هم بکنیم مشکلی نداره، کافی یه بار جای مقدار کا عدد زوج بذاریم، یه بارم جای کا عدد فرد بذاری، که در هر دو حالت جواب به شما عدد زوج رو خواهد داد. پس جواب مسئله‌مون در میاد عدد 5. خب فصل 1 دارای دو بخش، بخش اولش اینجا تموم میشه. انشالله جلسه بعدی بخش 2 رو با هم دیگه شروع میکنیم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. ساخت